بگیم. این کارگاه حاصل 30 کارگاه یک 300 سال پیش از این بوده، همین یک کارگاه مونده. کارگاه ثبت میراثه، کار ثبت آثار ملی است و دارن ثبت یونسکو میکنن. عمر این کار 6000 سال هستش با مدرک. من از 6 سالگی اینجا کارگاه و اجدادی من هستش، من تو این کارگاه کار میکردم با مرحوم پدرم، حالا با بچه‌هام کار میکنم. بدنه کاری ما با کل جاها برابره، سردم زیدم. ما بدنه ما سیلیس، سنگ کاولن، سنگ پلدسوار، اینا رو میریم آسیاب میکنیم. قدیم خب آسیاب‌های دستی بوده، چون گرد خاک زیاد داره سیلیس، اینو الان میدیم به کارخونه آسیاب میکنه، بسته‌بندی میکنه، ولی فرمول سیکرت است. میاریم بعدا با آب، سمد بادام تر، شوی جو ترش محبوط میکنیم، گل میشه. گل رو یک ماهی نگر میداریم تا خوب مرزیده و گندیده بشه. بعدا میاریم اینجا سرچرخ شروع میکنیم به ساختن. چرخ همون چرخ سنتی قدیم هستش. اون چرخه هم که پایین هستش دیده میشه، پدال داره، دینام داره، ولی این اون زیر یه ساچمه است. اینجا تو این گردنش یه بربرنگ هستش. با پا راست پا میزنیم، پا چپ ترمز. چیزایی که مدور و گرد هستن اینجا ساخته میشن، مونتاژ میشن. سنباته‌کاری، آبمالی، سیگلی. الان این مرحله تراش هستش. این ابزار نیست که از جایی ما بخریم، خودمون درست کردیم. مال کارتک اسمش. این مال بدن تراشیه، جناب نقریه کنه. الان ما ناهمواریش میگیریم. این کارتک بدن تراشیه. ساعت ها این طول میکشه جناب عبادی ساختش؟ بله. الان این مال در صاف کنیه. بله. با لپتاشه زیر لبه اینجا رو چیم برای اینکه خوب این مرحله برای نقاشی است. گرد خاکی نداشته باشی، یکی از فوت‌های کاشپزی رو بخوایم انجام بدیم. اینو قدیم با نمد آب مالیم کردن، حالا ابرسی یه خود یعنیم که گرد خاکش بره بهتر بشه نقاشی بکنیم. این الان آماده، وقتی خوش شد میریم برای نقاشی کردن اونجا. So that way you take care of the dust. Go. رنگامون تمام. رنگای مردم میان سه جناب عربی. این مادر رنگمون گرانیته. They're all herbal and mineral colors that comes from this type of stones, rocks. اینو میسابیم. پودرش رو تو کاسه می‌ریزیم، با آب سمد بادام تخت مخلوط میشه، آماده میشه برای نقاشی کردن. There are a lot of secret ingredient that he mixes together to make this قلم‌هایی که ما استفاده می‌کنیم برای نقاشی حتی بعض از یال الاغ ماده پیر باشه، یعنی قلمی نیست که از جای بخریم. اما قلم یال موی سمور و اسب و گربه به درد کار ما نمیخوره، چون بدنه ما زبره، حتما بعض یال الاغ ماده پیر باشه. الاغ کلا ماده است دیگه. The brush is very special too. شروع میکنیم به نقاشی کردن. It's from the mule's hair. نقاشی ها همه خیالی هستش. این انگشت کوچیک ما تکیه‌گاه، یعنی مد میگیریم، نه گرته‌ای، نه الگویی، نه شابلونی. All the paintings are unique and he just imagines it and he draws. There is no shablon or there is no plans prior painting there. نقاشی خرگوشی، مرغی، درختی. It depends on his mood. بستگی داره مودتون چیه دیگه. اینو کامل وقتی ما نقاشی کردیم جناب نقوی بس کامل نقاشی بشه که آماده بشه برای رنگ کردن بدنه، یعنی زمینش و گلها و برگ‌ها. این کامل که نقاشی شد. یه سری کارام هستن که کنده‌کاری میشن و کنده‌کاری کاری هستش که فقط شما انجام میدید. این کنده‌کاری هیچ جای ایران، حتی هیچ جای دنیا، فقط منحصر به این کارگاه عبادی در نطنز بوده و هستش و هیچ کسی دیگه حق نداره استفاده کنه، چون اول شما اینجا بوده. من یعنی من از 6 سالگی تو این کار بودم، منحصر به این کارگاه ابداع شماست. ابداع من هستش و من رضا عبادی هستم. یعنی اینا رو ما قبل از اینکه این خامه کوره نداره، اینا رو ما میتراشیم وقتی نقاشی کردیم. This has not been to the oven yet. با درفش، با سوزن قفلی، با دالدوز مخلصیم. بعد از این میشه این الان آماده است برای 3 دفعه کوره رفتن. Yes. این سه دفعه بس کوره بره تا یک بار کامل در بیاد. So three times this thing goes to the oven after he does the carving on the Okay. این چی هستش؟ این تاپو هستش. این قدیما توش حبوبات میریختن، گندم و جو میریختن که خراب نشه. ما از این دریچه سینه خیز میریم تو. این 4 متر بلند. قربان 4 متر بلندی، 1 متر قطر، 5 طبقه از این میلای نسوس هر یک وجب میره تو بدن کوره. این صفحه میاد روش، دور میچرخه به فاصله و بلندی 5 10 20 هر چی بار بلندی بار است. این 300 قطعه بار میگیره. این یکی 200 قطعه. دو تا بیرون داریم، اونا هم یکی 100 قطعه دیگه توش نمونیم اونا رو. یک ماه میکشه تا این 300 قطعه بفهمید. اینجا اگر که سایز درست نباشه تو نمیشه در. نه ما باید شاهد نشیم. شما نمیتونید برید. آمریکایی پسند نیست. نه. بله. همینطور که میبینین این داخل کوره هست. ما میریم سینه‌خیز داخل کوره یک ماه و همینجا میذارن تا به اون حرارتی برسه که این کوزه ها به هر حال پخته بشه. ما وقتی که پر شد یه نفرم اینجا ما میسه این 300 قطعه یک ما میشه دامش. منم میرم اون تو کوره چون قدم 4 متر که نیست. باز روی 4 پایه وایسم. این کسی که این پایین هستش. من 1000 دفعه باز این 4 پایه بیام پایین. این آقا دستم بده ببرم بالا بچینم تو قفس‌ها پرگی شد برعکس برمیگردم در کوره رو میبندیم و شروع میکنیم به روشن کردن. قدیما با هیزم و بوته بوده، الان 90 ساله که نفت سفید اومده، با نفت سفید کوره ها میسوزه. 3 مرحله پخت داده میشه، جمعاً 3000 درجه در 3 نوبت. مرحله اول پخت بدنه 10 ساعت باید به 900 درجه برسه. یه ربم کوره رو 900 درجه گرم داریم، خاموش میکنیم. نهایتا 5 روز طول میکشه تا بالای سرد شه. وقتی سرد شد در کوره باز میکنیم، میبریم اونجا برای نقاشی کردن و رنگامیزی کردن. 2 مرتبه برمیگردیم تو کوره، همون مقدار 10 ساعت 900 درجه یه ربع 5 روز. این 2 مرحله رو بهش میگن بیسکوته یا خمپخ شدن. مرحله سوم مرحله لعاب دادنه. این سنگ لعاب هستش. 50% جنس بدنه اولیه، سلیس، کاولین، گل سفید، گل بوته، بلور و شیشه های مخصوص. این آسیاب. این سنگا از نزدیکای نتنز میاد. از همین اطراف نتنز. از بیرون ما چیزی نمیاد. ما از بیرون نفت میاد. اینو آسیاب میکنیم، مثل آرد میشه، دوغابش میکنیم، میرزیم تو این تاقانا. مال چایی هست. بعدا حالت دوغاب پیدا کرد، با کاسه میرزیم تو و بیرون اون ظرف نقاشی گم میشه، محو میشه. این دفعه 1200 درجه حرارت میخواد تا این لعاب ذوب بشه، مثل روغن بیاد. ما کوره رو باز 30 ساعت بسوزانیم تا به 1200 درجه برسه. یه نیم ساعت هم رو 1200 درجه کوره رو نگه داریم، خاموش میکنیم. این دفعه چون لعاب داره از 15 روز میشه کوره سرد شه. کوره که سرد شد در کوره رو باز میکنیم دیگه بارش. اگر که کار ساده باشه این بله. اگر کار کنده کاری باشه این بله. اگر کار باز رنگی ساده باشه این بله. و اگر با کنده کاری باشه رنگی اینا بله. میشه. یعنی باز 50 رشته هنری رو باز بلد باشی که وارد این کار بشی. ما جناب نقوی موها رو تو این کارگاه سفید کرده ایم از مجید. بله تقصیر ایشون نبوده. خب این شعر نتنز رو شما اگر بگی من اینو که مقدارش حالا یادم نیست، هرچی که یادتون میاد. این شعر که نامش نتنز است، الحق که نتنز است. نتنز است اول که نمی سور بود، فاصله با می سور بود. دوم که نتوس گشت با کل جهان دوست گشت. حالا که نتنز است، الحق که نتنز است. نه تنز است. شوخی برای مردم این شهر نداره. بقیهش باشد برای کامل رو شهر. من به آقای ظریف گفتم که این شهر که اسمش نتنز است، الحق که چی؟ نه تنز است. چون اینا خونساری هستن آقای ظریف اینا. خب اون چی جواب داد؟ نه دیگه شما تنها کشور تنها شوخی نه. ببین نتنز تنها جایی بوده که همه جای دنیا دور هم جمع شدن ببینن تو نتنز چی میشه. بعد من بهشون گفتم تحفه نطنز قبلا گلابی تامه بود، الان شده کیک زرد. الان کیک زرد دیگه. اینم تحفه نطنز گلابی. حالا بذار یه کار سنگینم بیارم تا آخر. اینم خیلی کار قشنگه و تحفه نطنز و شاه پسند بهش میگفتن قبلا، چی میگفتن؟ یه چیز دیگه میگفتن. یه کار جناب ندوی فیروزه الحق که نطنز است. بله نطنز است، شوخی نداره. اینم هست، اینم تحفه. بله اینم تحفه نطنز رو شما ببینین، فقط من نیستم. شعرش هم هست. آن گلابی که بود شهره هر شهر و دیار، پرورش یافته در خاک زرفشان نطنز. بله بله گفته که این بس مال کانال خبریه. آن گلابی که بود شهره هر شهر و دیار، پرورش یافته در خاک زرفشان نطنز است. نطنز. حالا این شعر اینه. رامین مدنی هم یه شعر نوشته، اونم خیلی قشنگه. میگن ز نطنزم، ز نطنز آمد رخت خرد ماه، ز نطنز، ز نطنزم، ز نطنزم، ز نطنز. اینو برمگردانیم همون میشه. ببینید یعنی گفتن این ز نطنز آمد رخت خرد، این از این برم که بخونیم همون میشه، هر دو طرفه. بله اینه. چون مردم هم نمیدونن که حاتف اصفهانی حاتف نطنزی بوده. اینه. مثلا علامه مجلسی هم نطنزی بوده. میخواید؟ بله. بله. اینم رضا عبادیش هم بزنید. بله زدم. خب آقای عبادی اینم که از خاطره شده. بله من اینو دیگه میذارمش توی یوتیوب که همه لذت ببرن از این چیز. ولیکن کارگاه اینم براتون بگم، کارگاه ملکیت سندیت از خود ما هستش. سندش ایشون داریم، ولی چون ثبت میراث است باز رو سر ما خراب شد. ولی نه ایراد نداره دیگه. این دیگه نمیخواد بگی. نه دیگه همش ایراد نداره. اون قسمتشو سعی میکنم. ولیکن دیگه همین. از زمانی که نیرو هسته‌ای اومد نطنز جمعیت کاشون نصف شد. شما دقت کنید مرز کاشونه، یعنی ترسیدن در نطنز. خدایی شهر دوست داشتنی و شهر خوبی، تنها جای خوش آب و هوای تو کل کبیر اینجاست دیگه. خیلی ممنون آقای عبادی، شاکر. شما لطف کردی، بزرگواری کردی. ما هم خودت هم بابا که استاد ما هستش دوستش داریم، ان شاءالله که سالیان سال صاحب خیلی ممنون قربان دیدی. شما یه ماچ از قربان سلامشون برسونید. بالاخره ما همه عاشق نطنزیم. قربان شما. بالاخره این یادگاری میمونه سالیان سال.